نمیتونه صفر بشه. خب صفر شدن نه یعنی چی؟ یعنی باید به پیمانه صفر به پیمانه پی صفر بشه. ناصفر مثلا همیشه به پیمانه پی چون ما تو اف پی داریم کار میکنیم. یعنی دو تا از اینا باید در هم ضرب بشن بشه یه مجرد پی. خب ترجمه این پی عدد اوله. اگه پی عدد اوله دو تا عدد کوچیک‌تر در هم ضرب بشه هیچ وقت بشه یه مجرد پی. نمیتونه بشه یه مجرد پی. چون پی عدد اوله. اگه پی عدد اول نبود مثل 6 بود میشه بودی دو زر دسته میشه چی ولی عدد اول نمیتونه حاصل زر دو تا عددی باشه که چی باشن؟ پیش کنیم خود پی نباشه یعنی صفر نباشه پس این همه ناصفر هم نبود داریم ناصفر هم چون اینجا عدد اوله چون پی عدد اوله اینا لزومن ناصفر میشه لزومن حاصل زرفا ناصفر خب ولی چرا اینا متمایزن؟ خب میتونن متمایز نباشن مثلا فرض کنید A ضرب در I میتونه مساوی A ضرب در J بشه اگر که I و J متمایز باشن مثلا A ضرب در I بشه مساوی A ضرب در J برای I و J متمایز متمایز ناصفر وقتی میگید مساوی هم دم میشه تو باشه با تیرونه پیه خب ببین اگه اینو تو مساوی باشن معنیش چی؟ میتونیم با قرینه این جمع بکنیم یا مثلا بیاریم دو تا یه طرف فرقی نداره این میشه ای منهای ای جه میشود صفر یعنی به پیمانه پی خب اینجا باز قانون پخشی رو استفاده بکنی میشه خب آیا این امکان پذیره که حاصل ضرب این دو تا عدد بشه یه چیزی که قابل تقسیم بر پی صفر یعنی یه چیز قابل تقسیم بر پی دیگه خب باز نمیشه دیگه چون آی جه هر دو کمتر از پی هم تفاضل شده از یه در قدر اطلاق کمتر از پی آم که یه عددیست کمتر از پی دو تا عدد کمتر از عدد اول پی نیم دو در هم زر بشه دیگه پی بنابراین این هم درست شد ای شدیدن از اینکه یه عدد اول استفاده شد بدون اینکه عدد اول بشه پس این هم یه نمونه دیگه اف پی ها یه نمونه دیگه از چی؟ یه نمونه دیگه از میدان که این ها هم خیلی کاربرد داره هم در داخل ریاضی خیلی به درد میخوره جبر خطی و اینا هم تو مسائل کدگذاری اینا نشون میدن مورد استفاده خب اینا میدان هایی که علل اصول رو در بر داشته حالا به عنوان تمرین من بعد نیستش یه تمرین اینجا بنویسم فعلا به کتاب دست نرسیده و اون اینه ببینید ما اعداد مختلف چجوری میساختیم از اعداد حقیقی ما در اون زوجهای اعداد حقیقی رو میگرفتیم بعد جمعش رو چجوری ترک میکنیم اولی گنسر اولی با اولی جمعش رو دومه بود دومه مثل بردارها ضربش هم خب یه جوری بود اول هندسی میگفتیم بعد این جمعش هم به دست میگفتیم خب برای سوالی که میشه مطرح کرد اینه فرض که ما اف پی رو در نظر بگیریم بعد بیون زوج های عناصر اف پی رو در نظر بگیریم جمع و ضرب رو همونجوری مثلش رو تعریف بکنیم که واسه اعداد مختلف از عدد حقیقی تعریف می‌کردیم. آیا چیزی که به دست میاد یه میدان میشه؟ و مثلا این چند تا عضو داره؟ این پ تا عضو داره. آیا اون میشه یه میدانی که ده به توان دو عضو بده؟ سوال من اینه. حالا می‌نویسم در این. ببینید به طور کلی یه قضیه هست که ما ثابت می‌کنیم که درس جبر ثابت میشه. یه قضیه هست که به ازای مثلا هر عدد اول پی و هر عدد طبیعی n میدانی با p به توان n عضو وجود داره و به نوعی هم این منحصر به فرد یعنی که هر دو میدانی که داشته باشید میشه در تنازل یک میدان طوری که جمع و ضربشون رو به هم منطبق بشه خب حالا من حالا میخوام واسه تو چیزی که مطرح بکنم میگم حالا این یه قضیه است که درس مثل جمع ثابت میشه ما الان هم نمیپردازیم به صورت ولی میخوام یه حالات خاصی اینو به من تمرین بکنم و اون اینکه آیا ما میتونیم
خب مثلا پیر توان دو عضو رو به صورت زوجهای مرتب اف پی به دست بگیره، از چه شرایطی میتونه، جد چه سرکی نمیتونه. پس سوالی که میخوام مطرح کنم اینه، پس به عنوان تمرین این توجه داشته باشید. ما امروزی کمی هم آهسته میگنیم تو کتاب تو زیاد راجع به میل مثلا نداره چون ما رو آر سی کار میکنم، ما بیشتر رو آر سی کار میکنیم، ولی مثل شروع دستگرمی بگذاره بیشتر راجع به این صحبت کنیم. به عنوان تمرین رو در نظر بگیریم، بیاین مثلا این رو در نظر بگیریم اف پی زوجهای مرتب از اف پی رو در نظر. بعد جمع و ضرب را مانند اعداد مختلط تعریف کنید. ولی می نیزم دقیقا یعنی چی؟ یعنی اینکه آب به علاوه آپریم به پریم تعریف کنید باشه آی به علاوه آپریم به علاوه به پریم و آب زوج آبه زرد زوج آپریم به پریم رو اینطوری تعریف بکنیم. عضو اولش رو تعریف بکنیم آ آپریم منهای به به پریم، عضو دومش رو تعریف کنیم آبه پریم به علاوه آپریم به. اعداد مختلف از اعداد حقیقی اینطوری تعریف میشه دیگه، نه؟ دو تا اعداد مختلفی که در آی به علاوه آی بی زرد آپریم به علاوه آی بی پریم حساب بکنید چی میتونید؟ آ آپریم منهای به به پریم بعد آ به پریم به علاوه آپریم به، درسته؟ عدد مختلط رو میتونید تعریف کنید. حالا یعنی ما بیام اینه رو هم میکنم که دوری که عدد مختلط از عدد حقیقی میساختن بیام زوجهای اینه واسه شون جمع و ضرب تعریف بکنید. سوال اول حالا میتونید قسمت الف این است که آیا با این جمع و ضرب یک میدان با این جمع و ضرب اف پی ضرب در اف پی یک میدان میشه؟ در واقع جواب کلیش این میتونی شرط لازم و کافی شو بدهد کنید، ولی خواهی تو پرانتز به عنوان راه نمایی شرط لازم و کافی میشه، این میشه که برای هر ام و ام ناصفر در اف پی داشته باشیم M2، M2 یعنی M ضرب در M و علاوه N2 مخالف صفر، این عبدی به پیمانه پی هم. اگه این شرط برقرار باشه اون تبدیل میشه به میدان، اگه برقرار نباشه تبدیل نمیشه. حالا بنابراین میتونیم این قسمت از قسمت B و P میتونیم بگیم که جمع و ضرب برای میدان های با چهار عضو و نه عضو را بنویسیم. بدید چهار از دو توانه دو نه هست سه به توانه دو. حالا بتونید چک کنید بیرون این شرط اندو برای اندو صرف نشد برای سه برقراره، برای اف سه برقراره ولی برای اف دو برقرار نیست، برای باید میدان چهار عضوی رو یه جور دیگه بسید. چون خودتون باید یعنی چهار تا هم زیاد نیست دیگه، خب میتونید بیرون نیستید در بیاریم که جدال جمع از برقرار چیز میشه. بگید چهار تا عضو اسم بدونش، یکیشو باید از این اسمش سه، یکی رو بزنید یک، یکی رو بزنید آ، یکی رو بزنید ب، تعیین کنید که جمع و ضربش چجوری باید باشه که تبدیل میشه به میدان.
حالا برای نقطا میخوام بگم کار آسان تره. برای نقطا چون میتونی تحقیق کنید که اون شرط الف برقراره. هیچ ام دو و ام دو نیستن که با هم جمع بشن بشن صرف، بنابراین جمع و ضرب میشه با اون تعریف کرد بشه، بنابراین جدول جمع و ضرب میشه سریع بشه. حالا برای این بکنم این ساره آمازه. خیلی خب این دیگه آخری حرف کنید که راجع میدان میزنیم دیگه. حالا میخوایم میدان رو به عنوان زمینه کارمون باید تو ذهنتون باشه، یعنی میدان اون جاییست که ازش ضرایب میاد. خلاصه ما تو مثلا اونهایی که ریاضی دو داشته رو میدید تو که مثلا اونجا ما چیزایی که کار میگیم ضرایب اون عبده حقیقی، یعنی اون میدان حقیقی کار برای اون مکر کلی بزنه میدان کنش. خب را تا این زمینه سوالی هست. ما رفتیم وارد تعریف اصلی درس رو میشیم. تعریف اصلی درس فضای خطی یا فضای بلداری یه چیزی که در واقع این انتهایی های مرتبه اون تو کلی تر کلی تر چون بگیشیم. پس تعریف اصلی درسمون تعریف فضای خطی یا فضای مردانی روی میدان داده شده کار. پس یه میدان داریم، حالا میخوام یه چیزی تعریف بکنیم به نام فضای خطی یا فضای مردانی روی کار. خب این چیزی چیه تعریفش؟ یه مجموعه مثلا ناتوریه این را یک فضای خطی دیگه برداری هر چیز روی میدان کا می نامیم، در صورتی که دو عمله. حالا میگیم متعال جمع و ضربون توضیح میدن نه اینکه علامت ها این همون علامت هاست برای خاطیش نکنید، ولی دو عمل مثلا جمع و ضرب و زوبه با همون علامت ها رو شون میدن، ولی با به ترتیب زیر و شرایط داده شده حالا در زیر خواهیم گفت موجود باشه. چیا هستن دیگه؟ اول عمل جمع بین عناصر ای مجموعه ای که این فعلا هیچ ربطی به کان نداره. این عمل میر ایست که تحت آن یه گروه جا به جا میشه. پس اولا این فعلاش کام افرم میشه، خود این باید روش یه عملی باشه که تحت رو بشه گروه جا به جا، یعنی جمع تعریف شده باشه. جمع هم همون خواهر سده شده باشه، شرکت پذیری جا به جایی اونسور دیگه اثر کنه. این فعلا از حالا عمل ضربمون چیه؟ عمل ضربی که داریم مثلا بگیم همون چیزیست که بهش میگن تو بردارها ضرب اسکالر، یعنی اینجا عناصر میدان ها را باید میشه به عنوان ضریب ضرب کرد و عناصر ای که بهشون به عنوان بردار فکر کنیم. یعنی عمل ضرب اینطوریست که برای هر مثلا آلفایی در کا و هر آی یا پی مثلا بگیریم در ای بزرگ، باید بگم کای کوچیک که داره همه هنگ میشه، برای هر کای کوچیک در کای بزرگ و هر ای در ای عضوی کا ای
در ای داده شده است با خواصی بپذیرید عملی که داریم اینجا مطرح میکنیم میتونیم موجودات میدان را باید بشه ضرب کرد در چیزایی که این فضای خط رو بسید داری یه چیزی تعریف شدی هر عضو بگید باید چیزی یه چیزی به نام کاهی تعریف شد خب این چه خواصی باید داشته باشه حالا خواصش رو میدون چیه خواستش این هست که می نویسیم فرست شو نویسیم یکی این که مثلا اگه دو تا قوز بگیریم کا و کاپرین اینها رو در هم ضرب بکنیم بعدا ضرب بکنیم در ای این میشه مثل اینکه کا رو ضرب بکنیم در کاپرین یه نوع مثل خاصیت شرکت پذیری مطمئن جنس اینا یه چیز نیست اون کا و کاپرین از میدان هم ای از این ای یعنی که ای رو که بگیرید در این بخواید ضرب بکنید در حاصل ضرب دوتا اینا میشه اول در این ضرب کرد بعدا در این حاصلش این یک دو این که یک اگه ضرب بشه در هر ای میشه خود ای آبا اینا خود یک باید همچنان خاصیت یکی شده داره یه ضرب میشه در بعد هم دو تا قانون مثل پخشی داریم یکی اینکه مثلا این کا با کاپرین جمع بشه ضرب بشه در ای مثل این کا ضرب بشه در ای بعدا جمع بشه با کاپرین در ای این ببینید این جمع توجه بکنید این جمع در میدانه ولی این ضرب از میدان در فضا و اون یکیش فرق داره یعنی کا ضرب بشه در ای به علاوه ای پریم اینجا جمعمون در کجاست؟ جمعمون تو فضای خطیه این هم باز دوباره میشه کا ای به علاوه کا ای این معنی این تا فرق داره کاملا این عمل جمع میشه تو میدان داره صورت میگیره این عمل جمع میشه تو فضای این کل جریانه یعنی اگه یه همچین وضعیت داشته باشیم میگیم یه فضای خطی و فضای بردر داریم که الان مثال زیاده بیدیم زنی باشه آشان هستیم رو بیدیم مثال زنی مثال زیاد انتهایی ها معروف داریم مثالش هم دیگه حالا انتهایی حقیقی را میشنسی ولی اینطور کلی میتونیم بگیم مثال یک اگه کا باشه یه میدان به کائن در نظر میگیرین یعنی انتهای های مرتب رو در نظر هر که آیه در انتهای ها رو در نظر میگیره باید بگم چی تحقیق باید تبدیلش بکنید به یه فضای خطی باید بین دو تا انتهایی یه عمل جمع تعریف بکنید و بعد بگیم که چجوری یه عضو میدان رو ضرب بکنید در یه انتهایی این رو باید تعریف بکنید پس دو تا از اینا رو اگه بخوام جمع بکنیم تعریف بکنیم کاهن جمع بشه با کاهن پریم کاهن پریم این طبق تعریف من این است اولی رو با اولی جمع میکنیم تا انومی رو با انومی این اینه تا به جریان آرتیه جمع برداری به اصطلاح و بعد باید بگیم که چیکار میکنیم باید بگیم که ضرب رو چجوری تعریف میکنیم یه عضو میدان رو وقتی ضرب بکنیم در این چی میشه مثلا فرض کنیم یه عضو میدان ازش رو بزنیم چی بزنیم کاپری این میخواد ضرب بشه در یه انتهایی کایب تا کاهن این تعریفش چی میشه؟ تعریفش اینطوری میشه که این عضو بیه در تک تک اینا جدا جدا ضرب کاپرین کایک
تو کاپری خب اینطوری این در واقع تمام این شرایط در موردش برقرار نکنه و تعبیرش هم که خب خوب میشناسه دیگه اگه در حالت کارو بگیریم اعداد حقیقی مثلا این هم بگیریم دو فرض کنید یا بگیریم سه همون شکل مرسوم به دست بگیریم مثلا دو تایی ها را یه در نظر بگیریم و این نقاط صفحه خب جمع این دو تو چی میشه مثلا اسم این رو بذارید یه حرف دیگه رو کار بریم آ و بی مثلا آیا به عربی به چجوری به دست میاد همون متوازل از لای معروف رو میسیزی اون توش رست میکنه این میشه آیا به عربی چون که معلف های اول دوگم این از دیگه دست میاد از جمع کردن معلف های بعد مثلا اگه یه عددی رو ضرب بکنید در آه چی میشه؟ کای ضرب در آه چی میشه؟ کاه ضرب در واقع اگه کام مثبت باشه در این امتداد در میاد اگه کام مثبت باشه در نیمه همون نیمه ای که آه هست در میاد اگه کام منفی باشه اینجا در میاد دیگه اگه کام منفی باشه تو نیمه مقابل اگه در اندازه قدر بزن کار ضرب میشه در اون تو من در اینجا اینجا همون چیز معروف معمول جمع بردارها و ضرب بردارها در سکالر دسته در واقع اون میدان سکالر بهش میگن گاهی وقتا به عناصر فضای خطی یا فضای بردبری هم میگن برد اصطلاحا عناصر این بی رو بهش میگن بردار عناصر کارگاه آتفینس خب این یه مثال خیلی معروف که البته لازم نیست آر باشه سی هم بگیرید انتهای های مختلف میشه در نظر گیره انتهای های از اف پی رو میشه در نظر گیره که هر میدان تو دوست میشه خب ولی اینا همه این چیزا اینا نیست این مثال های دیگه بزنید اگه اینا بود فقط خیلی خوب مثلا فرض کنید که مثال دو فرض کنید که ایکس باشه یه مجموعه دلخواه بعد بیاد بگید ای باشه مجموعه همه پاور ها از x به مثلا میدان کار مثلا مجموعه تابلو حقیقی مثلا همه تابلو از مجموعه x به آر پس حالا باید ببینید تبدیلش بکنم به یه فضای خط چیزی تعریف کنم پس اعضای ای چی هم تابع درسته مثلا F و G میتونن دو عضو ای باشن که هر کدوم این ها یه تابع از X به میدانتون این مثلا دوست داریم فکر کنید آره یه تابع حقیقی از یه مجموعه تعریف شدن هر دو از یه همون مجموعه تعریف شدن خب ما باید چکار کنم؟ باید یه عمل جمع تعریف کنم و یه عمل ضرب از سکالر بود یه عدد یه عضو کار ضرب بشه در یه اف درسته؟ اف به علاوه جی باید چی بشه؟ باید جنس اینام چی بشه؟ از همین جنس ای بشه
خب F به علاوه G چطوری تعریف میشه؟ F به علاوه G باید یه تابعی باشه پس از کار از X به کار، درسته؟ خب F به علاوه G چجوری تعریف کنیم؟ خب F به علاوه G در نقطه X کوچیک باید بشه چی؟ F X به علاوه G X دیگه، این که خوبه چون این معنی داره دیگه. F X و G X هر کدومشون یه عضو میدان هم مرداری که با هم جمع میشه. خب مثل این دوتا تابع داریم روی بازه تعریف شده، مجموع دوتا تابع رو روی بازه تعریف شده. این عمل جمع، عمل ضرب همون چکا باید بکنیم؟ عمل ضرب همون باید یه عدد، یه سکالر ضرب بکنیم در F دیگه. مثلا این کار توی کار بزرگ F هم توی E KF چجوری تعریف میشه؟ KF باید چی بشه؟ باید بشه یه تابعی از X به K، یعنی یه عضو E باید بشه باید. خب این چجوری تعریف کنیم؟ KF رو باید بگیم در هر نقطه X کوچیک چی میشه؟ خب مقدارش چی تعریف کنیم؟ میشه عدد K یعنی اسکالر K زد در X. این هم معنی داره، ترکیب که این کا ضرب شده، این اف ایکس جنسش در میدان، کام در میدان و ضرب، این هم معنی داره دیگه، ضرب داخل میدان. خب این هم میشه راحت چید کرد که همه این خواص داره، خیلی ساده سرراست. خب ببین اگر که میشه مثال یک رو یک جوری حالت خاص مثال دو دونست، چجوری میتونی رو هم بگیم که چجوری مثال یک رو میشه جوری حالت خاص مثال دو دونست؟ میخوام بگم که شما مثال یکمون که انتهایی ها بود، انتهایی ها رو یه جوری به عنوان تابع های از یه مجموعه به کار در نظر می‌گیرید. این سوال مثال یک رو خواهیم بگم ایکس چی می‌گیرید؟ ایکس رو خود میدان بگیرم و میشه یه تابعی از میدان به میدان و این چجوری میشه یه انتایی؟ این انتایی؟ چی بگیرم؟ که اگه تابع همونو از X بگیریم به K بگیریم مجرد شکنیم میشه دقیقا کائن منهای یک باید خیلی ساده تر کنی باید بردارای یک خیلی ابتدایی تر آره خیلی ساده باید اگه ایکس رو بگیریم این مجموعه چی میشه؟ ایکس گفتیم ایکس هر مجموعه میتونه باشه دیگه. ایکس رو بگیرید مجموعه عدد یک تا این عدد سنگی باید تابعی در نظر بگیرید از ایکس به که یعنی چی؟ این تابعی که از x به k بگیرید این تابع شما به یک
یه عضو کارنسان میده به دو یه عضو کارنسان میده تا به این یه عضو کارنسان اونی که به یک نسبت میده شده کاید اونی که به دو نسبت میده شده کادو این اندیس در واقع میشه که اشبار متقاید اونی اف آی رو اسمش میده به زمین که اندیس آی برای به هر تابعی که روی خلی شده یعنی باید به یک تا این یه عدد باید به یک تا این یه عضو کار نسبت بده دیگه اون چیزی که به یک نسبت میگیره میگه سوزی معلفه اول اون چیزی که به دو نسبت میگیره سوزی معلفه دوم که اون چیزی که به این نسبت میگیره سوزی معلفه اینم از اولی میشه در واقع ببینید در واقع انتاری چیه؟ انتهایی را اگه خوب فکرشو بکنید چیه؟ یه انتهایی در واقع یعنی یه تابعی از مجموع اعداد یک تا n به هر جایی که داریم میگه به خاطر اینکه این داره مشخص میکنه که عضو اول چیه؟ یه انتهایی مرتبه یعنی عضو اول دوم سوم با هم فرق داره اولی چیه؟ دومی چیه؟ مشخص میکنه اولی کدوم دومی کدوم تا انمی کدوم یعنی که به هر یک از اعداد یک تا n شما می‌دهید که عضو کار نشده به این تعبیر میشه که از مثال یک محالت پس مثال دو حالا دیگه مجموعه همونی گرفتیم اعداد یک تا n حالا اگه اینجوری بخوایم فکر بکنیم نه اینجوری فکر بکنیم یک خوبی که داره اینه که مثلا اگه بیاید تابعه رو در نظر بگیم تابعه حقیقی که مثلا روی یه بازه آب تبدیل شده بوده تابعه اینجور خب این تابعه های در واقع میشین اینجوری فکر کرد که بشه که انتایی هستن که بی نهایت تایی هستن بی نهایت تایی هستن که به هر از به این چی نسبت دادن یه عدد نسبت دادن یعنی در واقع به جای انتا معلفه بی نهایت معلفه دادن ناشماره معلفه دادن مثال دیگه بزنیم که این مثال رو بیوفتیم مثال هم بیرون بگیریم مثال چند جمله مجموعی چند جمله این های مثلا با ضرایب حقیقی و با درجه کوچکتر یا مساوی مثلا پی خب اینا یعنی چی؟ یعنی چند جمله یا ایشی مثلا ذرات حقیقی آ صفر به علاوه آی ایکس تا درجه کوچکتر آ اندیس پی ایکس به کلان پی این چند جمله یا ایشی جمع تعریف کنم مثل دار و یه ضرب در عدد حقیقی جمع این دو تا از اینا رو چجوری تعریف کنم؟ جمع ضربه واضحه دیگه یعنی ثابت و ثابت جمع کن درجه یک و درجه درجه دو رو بدو پس مثلا اگه جمع الان جمع رو بخوام تعریف بکنیم دو تا از اینا رو بگیریم حالا عبدی ممکنه آخریش هم صفر باشه ها مهم نیست به صرف تا به پی ایکس پی اینطوری تعریف میشه که اولی با اولی جمع میشه جمله ثابت با جمله ثابت جمع میشه بعد آ یک با بی یک جمع میشه ایکس تا کجا آ پی با بی پی جمع میشه ایکس به توان پی میخوایی باید ضرب هم در میدانمون تعریف بکنیم میدانمون هم اینجا میگیم عرض حقیقی و
پس یه وزبی از میدان بگیرید سی مثلا اسمشو بذاریم این میدانمون اینجاست خب حالا باید سی رو در یه چند جمله‌ای تعریف بکنم ضرب سی در یه چند جمله‌ای این شکلی بگیریم ضربشو چجوری تعریف بکنم این ضرب معموله دیگه این عدد میاد ضرب میشه در همه اینا در این در یکی پیز در یه ضرب میشه سی آ صفر به علاوه سی آ یک ایکس تا سی آ پی ایکس بزن خب این هم میشه چند جمله دوباره از درجه کوچکتر یه مصابه پی خب این هم باز همون خواصی دارن در واقعی نمیشه که یه زیر مجموعی از مثال دور چون به جایی که همه تابعا رو در نظر بگیریم تابعای چند جمله از درجه کمتر یه مصابه پی دارن خب توجه کنید حالا این یه شباهتی بین این میبینیم مثلا یه آر این ضربه در واقع به یه چند جمله با پی به علاوه یک ضریب مشخص میشه دیگه اگه من آسف رو بدونم آ یک رو بدونم تو آ پی رو بدونم کاملا میدونستم پس یه جور تنازل یک به یکی از بین اینها و آر به توان پی به علاوه یک حالا این تنازل رو باید دقیقترش بکنیم معنی شد در واقع یه چیزی یه میشه که یه مدل یا یه صورت دیگری از همون آر پی به علاوه یک چون با پی به علاوه یک سکالر مشخص بشه با یه پی به علاوه یک سری مشخص این مفهوم میشه دقیقتر میشه همینطور میتونیم بیان همه چند جمله رو در نظر بگیریم از همه درجه مختلف بازم معنی داره جمع میکنیم دو تا از درجه مختلف اگه جمع میکنیم اون توان بالاتر رو بگیریم هم درستار اون توان جده هم درجه رو باید جمع میکنیم یا اینکه حالا باز مثال دیگه مثلا بیان مثلا بیان حالا زیر بینم این مثال آخر این مثال آخر نه ولی حالا هر چند مثال بزنیم کمه چون که پروگرام باید یه قد این زیاده هم که همه جوری ازی هستن که باید باید آمیسش باشه مثال مثلا چهار مثلا این آبه باشه یه بازه در آب فرض کنید ای رو بگیرید مجموعه تابعهای پیوسته یا مثلا مشتق پذیر یا انتگرال پذیر هر کدوم گفتید از آب به آر این میشه یه فضای خطی روی آر هر کدوم این رو نظر بگیرید میشه یه فضای خطی روی آر حالا توضیح میدم چرا ببینید اگه دو تا تابع بگیریم این پیوسته مجموع دو تابع پیوسته میشه پیوسته یه عدد هم ضرب بکنید در یه تابع باید میشه یه تابع پیوسته باید میشه یه تابع پیوسته پس مجموع تابع پیوسته باید با همه یکی در واقع این زیر مجموعی میشه از این کل تابع ها میشه همچنین تابع مشتق پذیر مجموع دو تابع مشتق پذیر میشه مشتق پذیر یه تابع مشتق پذیر در یه عدد ضرب بکنید میشه مشتق پذیر دو تابع انتگرال پذیر مجموع دو تابع انتگرال پذیر میشه انتگرال پذیر یه تابع انتگرال پذیر در یه عدد ضرب بکنید میشه بازی تابع انتگرال پذیر همه اینا پس نمونه های فضای خط در واقع همه اینا میشه در داخل مثال دو هستن یه جوری بذار یه مثال دیگه هم بزنیم بعد یه تعریف کلی بگیم ببین یه مثال دیگه هم بزنیم چیزی که خیلی دیلیز احتمالاً ندیدی هم بزنیم مثال پنج بگیدیم مثلا مجموعه تابعهای دوبار مشتق پذیر از آر به آر که
که در مثلا مبادله دیفرانسیل مثلا نوسانگر هارمونیک رو در جوی تابه های دوبار مشتق پذیره مثلا اسمشو بذارید اسم بذارم بهش x مساوی f t از r به r که در مبادله دیفرانسیل مثلا d دو x d t دو به علاوه مثلا اومگا دو x مساوی سر سر خب این معادله را یادت مورد خوش آشان اومگا یه ثابت داده شده تابع x باید بشه که یه تابع از t باشه دوبار از نسبت به t ازش مشتق بگیریم جمع بشه با یه ذریب در خودش بشه سه یکی ساله تایی معادله فیزیکی باش آشنایی بیده خب مجموعه تالاهایی که در این سرز می کنن تو بگم یه فضای خطی میشه روی آن مجموعه تالاهایی دو باید بگم آره سرز می کنن یک فضای خطی روی آر هست چرا؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه دو تا از اینا داشته باشیم باید عمل جمع بین اینا باید یکی دیگه از همین موجودات بده اگه یکی از اینا در یه عدد هم ضرب بکنی باز باید چی بشه؟ یکی دیگه از همین موجودات بشه خب میشه یا نمیشه؟ ببینید اگه یه تابعی در این صرف بکنه یعنی یه تابعی داره که مشتق دومش اینجوری میشه دیگه ایکس اگه بنویسیم اف دو اف تی خب ایکس بنویسیم اف تی دوبار ازش مشتق بگیریم یعنی اف زگان تی به علاوه اومگا دو اف تی باید بشه صفر این معنیش اینه دیگه یعنی یه جواب این معادله یه تدهیم یه ایکس مساوی اف تی که این چیز داری سر خب حالا اگه یه جواب دیگه داشته باشین چی؟ یه جواب دیگه داشته باشین مثلا جی مثلا فرض کنید ایکس باشه ایکس باشه جی تی هم مثلا در همین سر بکنه معنی که جی زگان تی به علاوه اومگا دو جی تی این هم میشه صفر خب آیا F به علاوه G هم در همین سیل میکنه؟ F به علاوه G زگان T به علاوه اومگا دو F به علاوه G T هم آیا میشود صفر و آیا اگر این در یه عدد ضرب بشه مثلا CF زگان T به علاوه اومگا دو CF T آیا این هم میشود صفر معنی جریان دیگه خب آیا دیگه چون که به مشتق دوم مجموع دو تابع میشه مجموع مشتق های دوم اون دو تا رو با هم جمع بکنیم دقیقا میشه اگه این در یه عدد سی ضرب بکنیم خب وقتی مشتق میگیرید از ثابت میاد بیرون دیگه سی ضرب بر اف زگان همون مشتق دوم سی اف چون سی آمده بیرون حرف پس بازم در پس اینا هم یه فضای خطی تشکیل میدن حالا ببینید این فضای خطی شبیه به چیه؟ شما مثلا تابعی که در این سر میکنه شما میدونید که مثلا اگر که بدونید در زمان صفر مکانش چیه و سرعتش چیه همیشه این میشنسه دیگه درسته یعنی با دو تا پارامتر مشخص میشه در واقع این مجموع تابعی که در این سرد میکنن یه چیزی مثل آر دوه چون با دو تا داده مشخص میشه حالا اینو الان دقیق ترش میکنم مفهوم میشه در واقع مجموع همه این تابعی که در این سرد میکنن یه کپی آر دوه چون با دو تا عدد مشخص میشه شما باید ببینید در تیم و سالی سر
بیخ به رقابت چیه؟ اف صفر چیه؟ اگه ببینی اف صفر چیه؟ و اف زگما اف پریم صفر چیه؟ ببینی اگر اف صفر و اف پریم صفر معلوم باشن اف معلوم میشه چون در واقع اگه این حل کرده باشیم مثلا دیده باشیم میبینید که به حرف سینوس کوسینوس در میاد این چیزا و دو تا ضریب نامشخص داره که به دو تا داده مشخص میشه پس در واقع کل این فضا که مثل هیچ چیز جز مثل آردوه در واقع دو تا عدد مشخص شده خب حالا این شباهت داره ما بدید که من شباهت داره میخوام نمیشه دقیقش رو مشخص کنم برای تو یکی اینکه یه چیزی زیر فضای اونه یعنی چی ببینید چون به اینا همه اینا انگار که همه چون زیر مجموعه فضای تابه هایی که مثال دوی میزنید حالا این هم چجوری مشخص بکنید اینجوری میزنید رجبه این مثال ها چیزی سوالی هست پس بذاریم این رو مشخص کنیم، بذاریم دو تا تعریف بگیم یکی اینکه فرض کنیم کار میدان دوباره این هم فضای خطی روی کار، فضای خطی روی خب، وقت میگیم که زیر مجموعه F از E را یک زیر فضای خطی از ای همین روی کار همین چیز روی کار می نامه در صورتی که اف با جمع و ضرب مثلا موروثی از ای یک فضای خطی روی کاش باید توضیح بدونید باید چی موروثی خب به یه زیر مجموعه اونه دیگه درسته اگه زیر مجموعه اونه هر دو تا عضوش که بگیریم هر دو تا عضو ای هم هستن بنابراین مجموعشون معنی داره همینطور هر عضوش بگیریم یه عضو ایه بنابراین معنی بده که یه اسکاله رو ضرب بکنیم بعد خب وقتی میگیم این با جمع و ضرب موروثی یعنی همین یعنی همون جمع و ضرب که توی ای بود این معنی زیر مجموعه ای خب اگه با اونها بشه خودش دوباره اون شرایط در موردش صرف بکنه بشه میگه زیر فضای خطی ولی هم میگم که جمع خیلی ساده است در واقع اگر اینو بخوام بگم نکته مهم این است نکته مهم این که اگر F تحت جمع موروثی و نیز ضرب موروثی از با عناصر کار بسته باشه از بزن توضیح بگیر میشه خود به خود یک زیر فضای خطی میشه خود به خود یک زیر فضای خطی میشه حالا معنی این کلمات چیه؟ بسته بودنش به این معنی که بسته بودن تحت جمع یعنی که اگر آ و ب هر دو در اف باشن آی و علاوه اف هم در اف باشن ببینید آ و ب اگه در اف باشن اف خودش زیر مجموعه ای بنابراین آی و علاوه ب در ای هست من وقت میگیم با F بسته است در جمع یعنی که آی برنابه بی نه تنها تو ای باشه بلکه تو خود بیافته تو این زیر مجموعه کوچیکه این یعنی معنی بسته رو دارد
همینطور اگر که یه عضو سکالرمون رو بگیریم و آره بگیریم در F میخواییم که کای ضرب در آ در F باشه. خب باز دوباره توجه بکنیم اگه کا در کا باشه، آ در اف باشه، چون اف خودی زیر مجموعه ایه دیگه، قطعا کا ضرب در آ در ای تعریف شده هست. خب داره میگه یه عضوی که تعریف شده تو خود زیر مجموعه کوچیکه باشه. خب من میگم همین دو تا شرط اگه برقرار باشه خود به خود اف میشه زیر فضای خطی. چرا؟ چون زیر فضای خطی بوده چی میخواد؟ میخواد شما یه جمعی داشته باشیم که اولا تحتش یه گروه باشه. یک گروه هست قبلا بوده توی ای فقط در مسئله که مجموعه تو همین باشه. بعد خواص ضرب هم که خواص ضرب هم که اگه برای مجموعه بزرگی باشه برای مجموعه کوچیکه هست. فقط در مسئله که این عناصری که به دست بیاد همشه توی کوچیکه باشه چیز دیگه نداره. بنابراین همین دوتا کافیه بقیه خواص رو به خود به اسم میرسن. بنابراین ببینید با این چیزا این مثال های ما مثلا این خودش میشه زیر مجموعه مثال میشه زیر فضای مثال دو. مثال دو اگه همه تابعه از آره به آره بگیری، اگه همه تابعه رو بگیری، اگه دوتاشون پیوسته باشن مجموعهشون پیوسته است. اگه یه پیوسته بشه ضرب بشه در یه عدد بازم پیوسته است. بنابراین مجموعه تابعه پیوسته میشه یه زیر فضای همه تابعه. تابعه مشتق پذیر اصلا میشه یه زیر فضای تابعه پیوسته، چون که هر تا به مشتق‌پذیر پیوستم هر مجهود تا به مشتق‌پذیر هم چه مشتق‌پذیر در یه عدم زبش میشه مشتق‌پذیر خود مجموعه تا به مشتق‌پذیر خود زیر فضای تا به پیوستم زیر فضای تا به پیوستم زیر فضای کل تا به حالا زیر این مجموعه تا به پیوسته خود زیر فضای مجموعه تا به انتگرال‌پذیر، چون انتگرال‌پذیر بودن کلی تر از مثلا پیوسته. برای مهم نیست این تا مثال دو تابع انتگرال پذیر داخل دو تا تابع هست، مجموع دو تابع انتگرال پذیر میشه انتگرال پذیر در یه عدد ضرب بشه میشه انتگرال پذیر. و بگویم زیر فضای تابعه کل تابعه هست. بنابراین تابعه که در این معادله هم صرف میکنن باز یه زیر فضای کل تابعه هست. بنابراین کلمه زیر فضا رو اینجوری میشه و چک کردن زیر فضا بودن هم خیلی راحت، یعنی خیلی ساده. باید ببینید که دو دو جنس دو دو موجود از اینجا مجموعشون همونجا هست، اگه در یه سکانر ضرب بشه باید ضرب همونجا. یا زیر فضای خط گاهی وقتا برای تحکیل هم بگم زیر فضای خطی. خب اولا تعجب که دو زیر فضای خطی همیشه صفر دو زیر فضای خطی هست. چرا صفر همیشه دو زیر فضای خطی هست؟ کار بگیری صفر. صفر اگه ضرب میشه در هر چیزی میشه صفر. برای چیه؟ خب همیشه هست. زیر فضای خطی رو میتونی تصور بکنی چیزهای مسطحی هستن که از مبدا میگذره. اینجوری میشه تصور. این یه مطلب، مطلب دیگه که هم تو اشاره زبانی کردیم بعدش این هم بگم فکرشو بکنیم بعدا حالا چیزی این زبانی بذاریم دفعه آینده بگیریم مثلا سبک برگزارش کنیم. مفهومه که ببینید واسه اینجا گفتیم انگار مجموعه تابعه که در این صدق میکنه همون آر دوه، یا اینکه مثلا چند جمعه های در پی در زمینه ده انگار با آر پی و علاقه یکیه. این یکی بودن دقیقا به چه مفهوم؟ این دقیقا میتونیم تعریف بکنیم یه مفهوم یک ریختی داریم یا ایزومورفی به این صورت. فرض کنید که ایو ایپریم باشد دو فضای خطی روی میدان کار. دو تا فضای خطی روی یه از یه جنس، یعنی روی حرکتشون میدان اسکالرشون یه جنسه. تابع مثلا
آلفا از ای به ای پریم رو یک ریختی خطی بینامه در صورتی که حالا ما تعریف کلی‌تر هم خواهیم گفت تابع خطی ولی فعلا یک ریختی در صورتی که چی باشه؟ این شرایط برقرار بشه. اولا آلفا تابع یک یک و پوشا از ای به ای پریم باشه، یعنی یه تابع وارون پذیر دیگه، یعنی دو تا عضو مختلف رو میتونید به دو تا عضو مختلف همه چیز ایکویلیبر میکشه، پس این تناظر یک به یک ایجاد میکنه بین ای به ای پریم، این یک به یک پریم. ولی حالا چه چیزی یک ریختی خطیش میکنه؟ اون اینه که میگه عمل جمع اینو میبره به عمل جمع و ضرب اینو میبره به ضرب، یعنی کاملا تناظر جبری هم هست، فقط تناظر اشیاء نیست. خب اونو چجوری بیان بکنیم؟ این میتونیم اینطوری بیان بکنیم، میتونیم بگیم که مثلا آلفای مجموعه مثلا یو و میشود آلفای یو به علاوه آلفای بی، این یکی میشه. ببین چون یه عمل فضای خطی جمع بود دیگه، درسته؟ یووه در این هم یووه که در این باشه، این هر یووه ای در واقع برای هر یووه در این اگه جمعشون بکنیم ببریم اون طرف، مثل اینه که اول ببریم اون طرف بعدا جمعشون کنیم، این میگه که جمع ها با هم متناظر. بعد اینکه ضرب اسکالر هم همینطور متناظر باشه چجوری بیان بکنیم؟ خب اونم میتونیم بگیم که چی؟ میتونیم بگیم که آلفای مثلا سی ضرب در یو میشود سی آلفای یو برای هر سی در کا و هر یوی در پی. یعنی هر برداری بگیرید در یه اسکالر ضرب بکنید ببرید اون طرف، مثل که اول برداره ببرید اون طرف بعدا ضربش بکنید در همون اسکالر. خب این میگه که کاملا عملیات برداری در تناظره، نه تنم امرسل در تناظر یک بکن، عملیات هم حفظ میشه در یه تناظر. خب این یعنی میگه واقعا یه از ریاضی یکی نه فقط جنسش رو تعداد، یکی از بدوست ایک ساختش بگید در تو مثلا یه به این مفهوم، ما این مفهوم یک ریختی داریم، مثلا به این مفهوم میتونیم بگیم که عناصر این با آر دو یکی هم، چون که مثلا شرط اولیه اف صفر رو میگیریم مثلا عضو اول اف ریم صفر رو میگیریم عضو دوم این دوتایی اول این دوتایی بکنیم ما هم در تنازه باشه، یا مثلا چند جمله یا آ صفر آ یک آ پی رو ترتیب بذاریم مالفای اول دوتایی رو اول. این مفهوم یک ریختی بنابراین واقعا چیزی که برای ما مهمه حالا کنیم اینه که در واقع فضاهایی که یک ریختن یعنی بینشون یک ریختی برقراره اینا کاملا از نظر جبر خطی یه چیزه. یه مدلش رو بررسی بکنیم اینقدر همش رو بررسی. حالا مثلا میبینیم که به مفهوم فضاهایی که بودشون متناهی یا بود متناهی در بوده همشون مثل کاهن، ولی همیشه طبیعی نیست ما کائن رو در نظر بگیریم، به وقت طبیعی نیست مثل این مدل دیگه شده ولی مثلا خواهد شده. خب من حالا ترجیح میدم همینجا تمامش کنیم بعد سه شنبه رو جه بود و اینجا صحبت بکنیم ترکیب خطی این دارم به اتمودا تو دونه که بیدی ریزی بودشی این چیزا رو بردیم ولی این دیگه گفت فرض نمی کنیم چیزا رو دیگه این قبل همین چیزا از این رو کنیم. خب الان سوالی